این بازی خداحافظیه که آقای دوتا کمک داورام، یکیشون دوتا، این بازی ترکیه است با هندوستان، تو ترکیه است، این دوتا کمک هم که خارجیه اینا هستن. این بازی استقلال پرسپولیسه، این استقلال پرسپولیسه، اینم بازی باز استقلال پرسپولیسه، این استقلال پرسپولیسه، اینم استقلال پرسپولیسه، این یه استقلال پرسپولیسه، اون یه استقلال پرسپولیسه. اون موقع از هفت شب مسابقه که در امجدیه برگزار میشد، خانواده ها می اومدن، خانواده ها می اومدن طبقه آخر، غذا می آوردن، غذا می آوردن، موزیک می آوردن، می زدن، می رقصیدن، فوتبالشون هم تماشا می کردن، رقیب هم بودن، یه اکیبی بود، تاجی بودن، یه دومت شاهینی بودن، با هم هم بگو مگو می کردن، ولی هیچ وقت اتفاقی نمی افتاد. یعنی بهترین تفریح مردم تو امجدیه بود، لذت می بردن از این فوتبال، واقعا لذت می بردیم. متاسفانه الان همه چی شده پول، همه چی شده پول. من یه داستان براتون تعریف کنم، بد نیست، این قشنگه. ما رفته دیم انگلیس، سال اول من و مرحوم نامدار رفتیم انگلیس کلاس دیدیم، سال بعد قرار بود من و آقای مرحوم صالحی و نامدار بریم دوباره انگلیس. من گفتم شما برین انگلیس، من میرم فرانسه. رفتم فرانسه، یه ماشین پژو مثل احمدی نژاد، یه ماشین احمدی نژادی خریدم، اومدم انگلیس، اومدم انگلیس، یه تام بود مال ولف، داور ولف، ما اینو آورده بودیم، شبا با ماشین میرفتیم میگشتیم، بلد نبودیم که انگلیسو، این ما رو میبود میگشت. من قرار بود تدریس کنم قانون 12 رو، رفتار خطاها و رفتار ناشایست. من به تام گفتم میای روی سن که من درس بدم، صداش کردم و گفتم بیا، و بهش گفتم من حولت میدم که بگم این قانون رو من میخوام درس بدم. من تو زمانی که اومدم حولش بدم، دیدم یکی گفت بزن تو گوشش، مام نامرده نگم زدیم تو گوش، ما زدیم تو گوش، این افتاد رو زمین، افتاد رو زمین، یه عده خندیدن، یه عده هو کردن، یه عده داد زدن، یه عده من کلاس با هم خورد. من یهو دیدم یکی اون زیر رفته زیر صندلی، ریسه رفته اخنده، مرده اخنده، نگاه کردم ببخشید خدا بیامرزه صالحیه، محمد صالحی، این گفت بزن، مام زدیم. ما کلاس تموم شد، خب هر کسی یه چیزی میگفت، یکی میگفت هم چیزی نشده، میگفت چرا این کاره کاریم دیگه. بعد کلاس تموم شد، کلاس که تموم شد، من با ماشین بودم، با ماشین گفتم بیام تهران، اینم گفت رب بلیت چه پست داد، گفت من میخوام باید بیام تهران. ما هم چاره نداشتیم دیگه، گفتیم بیا، این اومد با ما، اومدیم تهران. حالا از اون روز من به این غر زدم، داد زدم، انتقاد کردم، چرا به من گفتی بزن تو گوشی این، ما هم زدیم تو گوشی این، همچیدی اتفاق نیفتده تو دنیا. ما اومدیم تو راه همش قر زدیم دیگه، اومدیم تو آلمان بچه ها رو دیدیم، ترکیه اینا، تا رسیدیم لب مرز. ما رسیدیم لب مرز، پلیس اومد، پلیس اومد دیدم صالحی نیست، کجا نیستش، پلیس گفت بزن کنار، زدیم کنار، یه گونی مشکی دیدم تو صندوق عقبه. پلیس گفت این چیه؟ گفتم من نمیدونم این چیه. گفت من باید بدونم این چیه. گفتم من نمیدونم. گفت پارش میکنم. گفتم پارش کن. پارش کرد، من دیدم این پر سوته، سوت.
ما هم نامرده نکردیم، یک کیسه قدیم برداشتیم پرش کردیم سوت. ولی کردیم سوت و اومدیم تهران، و تهران تو کلاس داوری ما هی قور زدیم و این اومد تو کلاس داوری سوت ها رو فروخت دونه 3 تومن. من اعلان کردم آقا من روشم دونه 2 تومن. ما اینو واقعا این خاطره است ها، ما اینو فروختیم و 20 روز از این جریان گذشت. من این مسئله رو برای داورای ایران تعریف کردم که ببینید چه اتفاقی افتاده. همش قور میزدم به این. بعد 20 روز، 25 روز یه نامه از فیفا اومد. انگلیس نامه نوشته بود به فیفا که این کلاس برگزار شد، یه اتفاقی افتاد که همچی اتفاقی تا حالا در این کلاس ها نیفتاده و اون این اتفاق افتاد. این آقا شاگرد اول کلاس شد، ما شدیم شاگرد اول کلاس به خاطر زدن تو کوچه. از اون به بعد دیگه سالی با ما بعد شد. این یه اتفاقی بود که واقعا افتاد تو مسئله داوری ما. من بهترین بازیمو که قضاوت کردم استقلال پرسپولیس سال 52-53 بود. 32 سالم بود. من 32 سالم بود. هم بیشتر بازیکنان 34 ساله، 35 ساله، 30 ساله، همه بزرگ. خب جوان‌ترین داور بودم. واقعیت شو به شما بگم، خب من خیلی قضاوت کرده بودم روی اینا. وقتی رفتم تو زمین این دوتا کمک داورم به من میگفتن آقا زمانی همش میخندی چرا؟ پیش خودم گفتم که من دارم میرم تو زمین با خنده برم تو زمین، با خنده اومدم تو زمین، با اینا دست دادم، با کاپیتان دست دادم، با خنده دست دادم. میدونی تو زمینم که اومدم با خنده و خیلی راحت تونستم بازی رو قضاوت کنم. البته بازی سخت بود، بازی خیلی سخت بود. واقعیت شو به شما بگم، من 20 دقیقه اول بازی سود کردم. یعنی هر اتفاق کوچیکی میافتاد آوانتاژ بی آوانتاژ، سود. 20 دقیقه اول سود کردم، بازی رو گرفتم تو دستم. یواش 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 بازی رو ول کردم. هفته دوم بازی رو ول کردم. اینه که ول کردم راحت تونستم بازی رو. البته خب 5-6 تا اخطارم دادم، ولی که همیشه درگیری هست بین پرسپولیس و استقلال. سال 1341 استقلال اون موقع تاج و شاهین بود. من قرار بود داور بازی، کمک داور بازی باشم و من و مرحوم علی الهی کمک داور بازی بودیم. بعد قرار بود صبح داور ترکیه بیاد. ما رفتیم فرودگاه و واسادیم و تا ساعت 11 بونیم هواپیما نیومد. گفتن که هواپیما بعد از ظهر میاد، شما برید سر زمین. ما اومدیم سر زمین، متاسفانه هواپیما نیومد، داور ترک نیومد. به من گفتن شما داور بازی. واقعیتش رو به شما بگم، من خب یک کم حالت نمیگم ترس، ولی خب یه شوکی به این وارد شد، چون بالاخره بازی سنگین سخته اینا. من اومدم تو زمین و بازی رو قضاوت کردم. یادش بخیر مصطفی کت خدا زادم آوردن یک کمک داورم. علی الهی و مصطفی کرخوزاده این بازی رو من قضاوت کردم. بازی رو تاجی‌ها 2-1 به شاهینی‌ها باختن. شاهین هم تیمش خیلی خوب بود، تا
تاج هم خیلی خوب بود. همه بازیکن این دو تا تیم، تیم ملی رو تشکیل داده بودن. از اون عارف قلی زاده بود و همه بازیکنای تیم ملی. بعد خب من بازی رو انجام دادم، بازی رو 2-1 تاج باخت. تاج باخت. رؤسای رئیس هیئت، رئیس فدراسیون فوتبال وابستگی داشت به تاجیا. اینا اومدن فردا یه جلسه گرفتن و گفتن که ما این بازی رو قبول نداریم. گفت چرا؟ شما قبول کردید، داور اومده تو زمین، بازی انجام شده. گفتن نه، چون که داور از خارج بوده و داور ایرانی گذاشتید، ما اینو قبول نداریم، بازی رو با تجدید کنید. خلاصه بعد از یه مدتی رو جلسه گرفتن، دیگه مجبور شدن این بازی رو تجدید کنن. یعنی تاجی ها زورشون زیاد بود، بازی 2-1 رو قبول نکردن. بله. بعد سال 44 بازی یه بار قضاوت کردم، یه بار 52 قضاوت کردم. این بازی 52 خیلی بازی سختی بود، خیلی بازی زخمی خواهد. سال 70 استقلال پرسپولیس رو قضاوت کردم، برف می اومد در استادیوم آزادی، برف می اومد و بدون اخطار، تنها یه بازی بدون اخطار انجام شد که اون بازی رو من قضاوت کردم. تو شیراز افتتاح مسابقات آموزشگاه بود، من داور بازی بودم خودم، دو تا کمک داورم باید می اومدن سر زمین. من رفتم سر زمین، کمک داور نیومدن، خوابشون برده بود. افتتاح بازی، فکر کنید کیو گذاشتم کمک داور؟ فوتبالیست بود؟ یکی فوتبالیست داره بازی؟ فکر کنید کیو مثلا؟ فکر کنید، میدونی؟ ما دونده خانم داشتیم، یکی گلرخ برکتی بود، یادته گلرخ برکتی، یکی هم اون یکی بود که فوت کرد، تصادفیت بود؟ نه، همون موقع چیز بود، خیلی خوب بود و اینا، اون همیشه قهرمان بود، با گلرخ برکتی بود. دوتا رو خواستم، گفتم بیه، اومدم، گفتم لباس فرم چی داریم؟ گفتن چرا؟ گفتن بیاین واسه کمک دار. گلرخ گفت آقا زمانی، ما گفتم آره، بیاین واسه. آقا از اونا نه، از من بگو آره. دو تا لباس یه جور کردم تر اینا، اومدم افتتاح بازی. آقا اومدی ملت داد هورا هورا. گفتن که بهشون فقط گفتم ببین 100% اگه چیزی فول دیدین فول میگیرین، اوتم میگیرین، بقیه کارها رو خودم میکنم. من تا آخر بازی این دوتا رو کمک داور کردم. شما اگه بدونی این جمعیت چیکار کرد برای اولی با دوتا دختر گذاشتم کمک داورم. آره خیلی. فکر کنم شما اولین کسی بودی که داوره خانم تو فوتبال مردان رو رده. آره. بعد آزاد شد دختران رو. بعدن آزاد شد.